خب ما 9 تا مصوت داشتیم که در جلسات قبل با اونها آشنا شدیم و اشاره هم کردم لابلای صحبت‌ها که ما در ترکی مصوت بلند یا کوتاه نداریم، همچنین طبقه بندی نیست. مثلا در فارسی آ، او، ای اینا مصوت‌های بلندن، ا، ا، او هم مصوت‌های کوتاهن. در عربی هم همینطوره و مثلا بخش زیادی از وزن و عروض که در فارسی و در عربی استفاده میشه اصلا بر پایه همین صداهای بلند و کوتاه و اینا هست که وزن شعر و اینا اصلا روی همین استخراج میشه. مثلا در ترکی ما همچین چیزی نداریم و عملا همه مصوت‌ها کوتاه تلفظ میشن. یه نوع دیگری از طبقه بندی رو ما در ترکی داریم که الان میخوام به اون اشاره بکنم. خب اینجا ما مصوت‌ها رو تقسیم میکنیم به دو بخش. مصوت‌های اصطلاحاً ضخیم یا در ترکی بهش میگن قالین یا قالن. خب که اینا مصوت‌های از درشتن همچین. و یک دسته دیگه هم هست مصوت‌های ظریف یا بهش میگن اینجا. این کسره ای هم که در انتها باشه با ه ما معمولا نشون میدیم اینجا. خب مصوت‌های زخیم ما کدوم ها هستن؟ یکیش آ هست، یکیش او هست، یکی هم او هست. آ، او، او اینا زخیمن و یکیش هم او هست، همون شوا هست. اینو من بنویسم، همون که در فارسی وجود نداشت، یکی از اونهایی که. اما اینجه ها یا اینجلر، اونهایی که ظریفن، اینا چطوری هم؟ اینها همین موارد هستن، مواردی که خب اینجا نیستن. چیه؟ یکیش کسره هست، ا، فتحه هست، ا، بعد ای رو داریم. خب اینا مواردی هستن که خب وجود دارن در فارسی هم. مواردی که در فارسی وجود نداره چیا هستن؟ او هست و او هست. 5 تا هم ما مصوت ظریف یا اینجا داریم. اونایی که در فارسی نیستن رو من زیرشون خط بکشم که ببینید. یه دونه شوا وجود نداره و او و او اینها وجود ندارن. پس آ، او، او مصوت‌های ضخیم کلفت هستن، قالن هستن در واقع، و مصوت‌های ظریف اینجا. مواردی هم که خیلی حالا خفیف‌ترن. حالا یه اصل خیلی جالبی رو ما در ترکی داریم و اون در واقع اصل هماهنگی این واژه‌ها هست. و اگر کلمه در ترکی هست، کلمه ذاتی ترکیه، حتما این اصل درش ایجاد شده. اگه کلمه دخیله حتی تغییرات داده میشه که این اصل رو داشته باشیم. و اون اینه که همه مصوت‌های یک کلمه باید از یک نوع، حالا ضخیم یا ظریف باشند. این قاعده کلیه. مثلا مثال بزنیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید که میخوایم یه چیزی رو جمع ببندیم. خب به عنوان مثال ما دیدیم قبلا اینو یاد گرفتیم که مثلا جمع بستن، دیدیم که یکی از ادواتی که میشه باش جمع بست لاره. خیلی ساده فرض کنید که کلمه آدم، آدم، کلمه آدم در ترکی اصلا خود اینو ما هیچ وقت نمیگیم آدم. آ ضخیمه، ا ظریفه. چون این آ زودتر اومده این باعث میشه که این تبدیل بشه به آدم. یعنی ما آدم رو آدم میگیم در ترک. خیلی ساده. این یه قاعده، یعنی همینجا همین قاعده هماهنگی مصوت ها اعمال شده. آدم میشه آدم. بعد آدم میخواد جمع بسته میشه، میشه آدملار، میشه یعنی انسان ها، آدم ها. خیلی ساده. اما فرض بفرمایید که به عنوان مثال باز یه کلمه دیگه مثلا سو یاد گرفتیم دیگه، معنی آبه. من زیرش معنیشو بنویسم. جمع بخوایم ببندیم میشه چی؟ میشه سولار. خب اما اینجا یه کلمه داشتیم مثلا یل. خب اینو میخوایم جمع ببندیم یعنی بادها.
خیلی ساده. اینا یه ذره ببرن بالاتر. چه اتفاق میفته؟ میگیم یل، من زیرش نوشتم باد، میشه اگه بخوایم جمع ببندیم با لار میشه یلار. درست نیست. چرا؟ چون یل ای 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 چجور صداییه؟ کسره هست دیگه، مصوت ظریفه. آ هم که لار نمیشه، مصوت ضخیمه، نمیتونه. اولویت هم به اونی که زودتر اومده، یعنی هیچ وقت نمیاد مثلا لار، چون لاره اینو بیان بگیم مثلا یالار، نمیشه. یلار درست نیست. این به جای این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یلر. در واقع ما یلر، بذار چسبیده بنویسم، به این صورت این رو جمع میبندیم. لذا جمع بستن علاوه بر لار با لر هم اتفاق میفته. آداملار، سولار، یلر. خب اصلا اینطوری گفته میشه که چی بشه؟ راحت تر بشه. مثلا اوتلار، اودلار، زغلار، تپراخلار، گل لر. ولی چرا؟ چون او یک صدای ظریفه. شما نمیگین گل لار، درست نیست. حالا چند تا مورد دیگر هم من بخوام مثال بزنم از همین هماهنگی مصوت ها. به عنوان مثال مثلا اسم حسین، حالا عربیش حسینه، بعد میشه حسین برای راحتی، در فارسی هم به همین شکل تلفظ میشه. اینو اگه بخوایم بنویسیم میشه حسین. خب این شکلیه. ولی ما توی فارسی نمیگیم حسین. این اوه چجور مصوتیه؟ عرضم به خدمتتون که چه نوع مصوتیه طبق تقسیم بندی ما؟ مصوت ضخیمه. بعد حالا به خاطر استرس، به خاطر اهمیت، یا شاید حالا به خاطر راحتی، این به جای اینکه این مورد بعدی عوض بشه، مثلا اون وقت میخواستیم اینو عوضش کنیم، یا باید آ بذاریم به جای این حسین، میشه حسین مثلا، چیز دیگه که نمیشه گذاشت. اینو نمیشه خیلی دستکاریش کرد، چون این به هم میریزه اسم رو. کمترین تغییر رو بخوایم اعمال بکنیم، این نهایتا تبدیل میشه به چی؟ به این شکلی. حسین میشه حسین. او حسین هم نمیشه حسین. و شما هم میبینید که مثلا هر جا برید مثلا اسم امام حسین رو فرض کنید که کسی در تبریز بخواد بگه، میشه حسین، امام حسین. و دقیقا به همین صورت این تغییرات اعمال شده. برای چی؟ برای اینکه این دوتا مصوتی که اینجا بودن یه جنس نبودن، ولی اینجا چرا یه جنس شدن، شده حسین. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی البته کلمات مثلا ایران رو، ایران رو همه دیگه همه جا میگن ایران، چون از یه جنس هم در واقع نیستن. ایران آ هم داره، ای هم داره. خب مشکل نداره، اینو دیگه عادت کردن. ولی خب بعضی از اسامی رو کلا تغییر میدن و تبدیل میشه به این که نمونهش حالا مثلا حسین هست که به صورت حسین در واقع تلفظ میشه. فرض بفرمایید که ما مثلا کلمه محبت رو داریم که بنویسیم، خیلی ساده شو میشه محبت. خب چه صداهایی داره؟ محبت. او چجور صداییه؟ صدای ضخیمه، گالن هست. دوتا اها صداهای ظریفن و اولویت هم با اینا هست. و به خاطر اینکه اینو راحت تر بتونیم تلفظ کنیم، این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به محبت. خیلی ساده. یعنی این با یه قاعده ای کمترین تغییرات رو سعی میکنیم توش بدیم که ولی خب این واژه ها هماهنگ بشه. حالا خود کلماتی که در ترکی هم هست که دیگه خب مشخصه که حالا جلوتر خواهیم دید که فرض بفرمایید که جمع میخوایم ببندیم یا هر کاری میخوایم بکنیم، اونجا به چه صورت اعمال میشه این قاعده. ولی خب خواستم فقط مثال بزنم ببینید که کلمات دخیل در ترکی که مثلا از عربی، از فارسی، از جای دیگه هم وارد شده، نمونش مثلا حسین، محبت یا مثلا آدام، اینا همه مواردی هستند که به حسب مورد خودشون تغییر پیدا کردن، تبدیل شدن به یه کلماتی که گفتنش راحت تره. خب اما بپردازیم به یه دیالوگ ساده، یه گفتگوی ساده بین دو نفر. نفر اول: سلام. ما برای سلام و احوالپرسی هم کلمه سلام رو استفاده میکنیم، هرچند در ترکیه مرحبا میگن، مرحبایی که از عربی وارد شده. خب میدونید دیگه ترکیه
حکومتش بالاخره همون حکومت عثمانی بوده یه دوره‌ای که خب کشورهای عربی زیادی هم جزء قلمروش بوده و خیلی کلمات از عربی وارد اونجا هم شده حالا، ولی خب مرحبا این شکلی میگن به جای این که همون مرحبای عربی هست برای سلام. ما حالا سلام داریم، سلام منم آدم وحدی. خب خیلی ساده من به صورت محاوره‌ای نوشتم، در صورتی که درستش رو می‌خواستیم بنویسیم میشه وحدیر. منم، منم چیه؟ یعنی متعلق به من. آدم یعنی اسم من. وحدی، وحید است. این دی یا دیر میتونه چیز باشه. با این آشنا شدیم، با این مفاهیم. من اگه اینا رو بنویسم معنیش در واقع این میشه متعلق به من یا ماین یا منم آدم، نام من. منم آدم، نام من وحید است. این دوتا عبارت این معنی رو میدن، خودشو معرفی کرد. یا من وحیدم یا همچین چیزی میشد بنویسه. من سلام، من ده، این ده یعنی هم. اینو تو ذهنتون باشه، این ه آخر همیشه به صورت ا خونده میشه، به صورت فتحه. من ده، من هم تایمازم. تایماز یه اسم ترکیه. آم ببینید تایمازم ننوشته. مثلا اینجا اگه میخواست بگه میگفت وحیدم. چرا؟ چون وحیدم. اینا همه وحید، همه هجاهاش چی هم؟ همه مصبتاش ظریفن. اینم باید بشه وحیدم. اینم باید ظریف باشه. ولی تایماز، تایماز همه هجاهاش چی هم؟ زخیمن. و این میشه تایمازم. من در تایمازم. تایماز اسم ترکی پسرانه است به معنای بی مثل. یعنی کسی که مثل و مثال نداره. تای یعنی مشابه، ماز هم یعنی بدونه. این یه همچین معنایی رو در واقع ایجاد میکنه. من در تایمازم. سویندیم یعنی خوشحال شدم. سویندیم مثلا معادل همین نایس تو میت یو هست فرضاً، یا خوشحال شدم، خوشبختم. یاشا یعنی زنده باشی، زنده باد. یاشا معنیش اینه من تبریزدن. من این ازه، معناش اینه از تبریز جل میشم یعنی آمده ام. سن یعنی تو، هاردان از کجا. دیگه جملهش گلپسن رو نمیگه، یعنی اون حذف قرینه معنوی شده. خیلی ساده میگه تو از کجا، منظور چیه؟ تو از کجا آمده ای دیگه. پس سن هاردان، اینم ازه. ببینید دان و دن. تبریز به خاطر اینکه این تبریز همه مصوتاش ظریف هستن، این نهایتا دن استفاده شده باش. ولی هارد، حالا این هارا هست در واقع، یا هارد به معنای کجا، حالا جلوتر آشنا خواهیم شد. چون این آ هست دان اینجا استفاده شده. خب هارا دان در واقع درستش هم همین بوده که حالا ما اینجا محاوره ایش کردیم. پس اینم یاد گرفتیم. وحیدم تایمازام تبریزدن هاردان. میبینید همه با این قاعده، همه مصوبات های یک کلمه باید از یه نوع باشند، از این ایجاد شده. من ده، این ده یعنی چی؟ بازم معنیش چیه؟ همه. پس این هم معنیش هم هست. من هم، من نیز به نوعی اردبیلیم. خب اردبیلی ام که حالا میتونستیم با نیم فاصله ننویسیم، یه جور دیگه ای بنویسیم فرق نمیکرد. حالا میتونست این الف اینجا نباشه، این دیگه اختیاریه. من هم اهل اردبیلم. این لی که اینجا هست یعنی یک جور نسبته، مثل یای نسبته، مانند یه نسبت در فارسی و عربی. اردبیلی یعنی اهل اردبیل. که معمولا شما دیدید مثلا یه جایی هست مثلا میگن بعضی اسامی فامیلی مثلا رجبلو، قاسملو. این لی ها در واقع در فارسی دوباره وارد فارسی شده، به صورت لو و لی خودش رو نشون میده. این همون هست، مثل یای نسبت، یعنی مربوطه به اردبیل، که حالا اینجا تعبیر میشه به اهل اردبیل بودن. خب یه بار دیگه مرور کنیم. سلام، من آدم وحده. سلام، من ده تایمازم. سویندیم یعنی خوشحال شدم. یاشا زنده باد. من تبریزدن گل میشم. سن هاردان. من ده اردبیلیم. ما کل مؤلفه های این رو الان باش آشنا شدیم و میدونیم که چیه. البته خب یه خورده شاید برای شروع سخت بود، ولی مؤلفه های مختلف این رو جلوترم باز بیشتر باش آشنا خواهیم شد. ولی خب در همین حد که شما بدونید که کلمات چجوری با هم دیگه هماهنگ میشن، فعلا فکر کنم همه چیز رو کاملا باهاش در ارتباط هستید. خب
یه دیالوگ دیگه، دو نفر دوسته یه ذره بیشتر با هم آشنا هستن اینا، میگه سلام، اونم میگه سلام نجه هستن. خب این نجه معنیش اینه چطور، سن هم که چی بود توی صرف فعل بودن دیگه، سن سن هستی، یعنی چی شد میشه نجه، یعنی چطوری، این یعنی چی، معادل چیه چطوری یا how are you، دقیقا حالت چطوری، چطوری. بعد میگه ساغ اول یعنی سلامت باشی، اول یعنی باش، ساغ اول یعنی سلامت باش، دستوریه ولی خب یه جور به نوعی چه میدونم یه آرزو کردنه، به شکل دستور بیان میشه، این سلامت باشی. پس ساغ یعنی چی؟ سلامت. ساغ اول یخشیام یعنی خوبم، یخشی یعنی خوب، یخشیم هم نمیگه، میگه یخشیام. چرا؟ به خاطر این هماهنگی با این کلمه قبلی. اینجا باز میبینید این آم شده، به جای ام میگه آم، یخشیام. سن نجسن، تو چطوری؟ خب اینم میپرسه How are you؟ دوباره همونو میپرسه، منتها خب سن رو میاره که برای تاکید، میگه وارم هستم، هی میگذره. بعد خیلی توضیح نمیده، میگه که ایشلر، ببینید ایش یعنی کار، کارها، لر جمع بسته، چرا ایشلر، چرا ایشلار نگفته؟ برای اینکه این کلن یه صدای ظریف بیشتر نداره. ایشلر. یخشه یعنی خوب، گدیر یعنی میرود، منظور جلو، خوب جلو میره کارها، گدیر یعنی میرود، کارها خوب پیش میره. هن، هن یا بلی یعنی آره، هن آره. چتندی یعنی سخت است، سخت این چیه؟ است، دی هست دیگه، مثل همین چی دی یا دی که اینجا هست، تو در واقع چتندیر درسترش اینه، ما چون محاوره این نوشتیم یه ذره خلاصش کردیم، چتنده. اما اینی همون اما هست، منطقه میبینید چجوری نوشته شده، باز یک موضوع دیگه، اما رو ما داریم که میشه اما، ولی چون دو تا مصوت داره به خاطر راحتی این تبدیل شده به چی؟ اما. خیلی ساده، اما. حتی بعضی وقتا شما تو محاوره می‌نویسین میگه هاما، حتی یه هم اضافه میکنن که راحت تر بتونن تلفظش بکنن، اما یا اما. آپاره رام گاباقا یعنی میبرم جلو، قاباقا یا قاباقا هم میشد نوشت یعنی به سمت جلو. باز اینجا این چیزی که اینجا میبینید یعنی به یا برای، هر دو یه معنی دارن در ترکی، یعنی به جلو، این هم که معنیش جلو هست، یعنی میبرم سخته ولی جلو میبرم یه جوری. اما هم دیدیم پس چجوری تبدیل شد به اما. باز قاعده چیه؟ قاعده همینه که همه مصوت های یک کلمه باید از یک نوع باشه. خب یه بار دیگه مرور کنه، میگه سلام، سلام نجسن، چطوری؟ ساول، سلامت باشی، یخشیام، سن نجسن، تو چطوری؟ وارم، هی هستم. شلر یخشی جدیر، البته ما چه میگیم اینو معمولا، مثلا شما بشنوید میگه که شلر یخشی جدیر گا باقا، شلر یخشی جدیر، دقیقا این شکلی میگن. بعد اون طرف مقابل میگه که ها تتنده اما پارم گا باقا. یه مقدار آره بالاخره در بین نوشتار و گفتار مثل همه زبان‌های دیگه متفاوت عمل می‌کنیم. خب دو تا دیالوگ هم آشنا شدیم، بالاخره این کلمات رو، اینا مثلا همین نجسن رو یاد بگیرید، ساغل رو، وارام رو، یاشا رو، اینا رو یاد بگیرید، اینا چیزایی که ما خب خیلی استفاده می‌کنیم. خب این هم دو تا دیالوگ و خب قواعد مربوط به هماهنگی مصوت‌ها که همه جا می‌بینید که استفاده میشه، همه جا. اینم به نوعی یک ویژگی دیگه، ویژگی بسیار مهم زبان ترکی هست که سعی کرده به این شکل در واقع این رو انجام بده.